خب پس سور واقعه شد که عرض کردم که یک سالی اولی ماه به روز دوشنبه افتاد. بعد مادر بزرگ خانوممون به ما گفتن که اگر که این یه قصد بکنیم که سور واقعه را چون اول ماه به دوشنبه افتاده شما روز اول یه مرتبه بخونیم، روزی دوم دو مرتبه، سوم سه مرتبه، الا تا روزی چهارده مرتبه بخونید. چرا دوشنبه؟ چرا اول ما؟ بر این حالا روایت هست که مثلا خیلی مزربه اگه اول ما به دوشنبه بیفته، روزی دوشنبه این ختم رو بردارن که سوره واقعه هست، روز اول یه مرتبه تا روزی چهارده مرتبه خونده بشه. امروز اول ماه، دوشنبه است. امروز هم اول ماه است، روز دوشنبه که امروز اعلام کردن که روز اول ماه است که روز دوشنبه. بعد ما هم اون سال که اول ازدواجمونم بود نذر کردیم که البته من 3-4 سال از ازدواجمون گذشته بود، بعد قصد کردیم که سوره واقعه را بخونیم، روز اول یه مرتبه، روز دوم دو مرتبه، الی روزی چهاردهم که 14 مرتبه باید میخوندیم. بعد با خانوممون خوندیم و اینم نگفته نموند که ما خب یه فرزند اولمون که خانم محامله شد دو قولی بودن که تا اون وقتی هم که بچه ها به دنیا نیومدن ما اطلاع نداشتیم، حتی پزشکا نگفته بودن که خانم ما دو قلو حامله هست، میگفتن شکمشون زیاد بزرگ شده و باید ایشون خیلی راه بره تا اینکه بسره بخواد به دنیا بیاره اذیت نشه. بعد خلاصیتی یه من روزام پیاده روی های زیاده ما خانم ما انجام میداد، اما وقتی که بچه اول به دنیا اومد اومدن به ما گفتن که بچه خدا بهش ما داده، بعد دوباره اومدن گفتن مثل که یه بچه دیگه هم هست، بعد یه بچه دوم هم به دنیا آوردند. بعد از خلاصه 8 ساعت تقریبا گفتن یه بچه آسیار شدن از دنیا رفت. بعد تا یه 24 ساعت بعدش گفتن اون یه بچه هم سیاه شده از دنیا رفت و این دوتا بچه از دنیا رفت. بعد که دیگه خب این قضیه گذشت، ما دو مرتبه دیگه خانم ما حامله شد، هر دو مرتبه اون بچه هم از دنیا رفت و حتی پزشکا به ما گفتن که شما دیگه بچه دار نشین، بلازین که شما من ارهاش مثبت هستم و خانم ما ارهاش منفی و اگر که قصدی بچه دار شدن داشته باشین بچه همون ممکن است که به بسا وقتی به دنیا میان سیاه بشن از دنیا بره. و یه قسمت شد که منصور واقعی را بخونیم و همون سال هم قسمت شد که مشرف شدیم به زیارت خانه خدا. و وقتی که میخواستیم هم بریم یکی از اقوامی نزدیک ما پسر عمه خودم که از سادات هست، ایشون چندین تا فرزند داره، فکر میکنم که 4 تا دختر دارند و 3 تا پسر، ولی یه دخترش ها یکی از این شیخ نشینایی اطرافی ایران اومده بود و خواستگاری کرده بود و گرفته بود و برده بود و چندین سال که برده بود از ایران بیرون دیگه اجازه نمیدادست که این بیاد به پدر و مادرش سر بزنه، خیلی پدر و مادرش ناراحت بودن. و پدر این دختر که همون پسر عمه ما بود، ما میخواستیم ازشون خداحافظی کنیم، گفت من میخوای بری زیارت خونه خدا، من دوتا چیز ازت میخوام، یکی این که از خداوند بخوای که خداوند بچه بهت بدن بچه ساله و هیچ نیاز به دکتر اینا نداشته باشی، یکی هم این که دختری منا بگیری یا بیار، دختری من چند ساله که یکی اومده یکی از این شیخ نشینا گرفته و بردست و دیگه اجازه نمیده که بیاد ایران و ببینیمش. من خیلی ناراحتم. وقتی ما مشرف شدیم زیارت خانه خدا یه اونجا من فقط بیشتر حواسمون به پسر عمه‌مون بود که اینجور محکم به ما گفت که باید دختر منم بگیریه بیاد. ما خیلی دعا میکردیم
و دفعه اول هم بود مشرف شده بودیم، میگن نه که دفعه اول مشرف میشن، خب خیلی دیگه انشالله حوازشون بهتر برآورده میشه. و خلاصه اونجا هم برای خودمون خواهش میکردیم هم برای ایشون، اما خب بیشتر مد نظرمون هم دختر ایشون. و وقتی که از سفر خانه خدا زیارتمون تموم شد برگشتیم، اومدیم پسر عمه‌مون اومد دیدنمون و به من گفت که دختر من برگشته و شوهرش اردسش ایران و حالا در حال از منزلمون. رو شک نکن که خداوند به خودت هم بس صحیح و سالم. بعد یه ما همون 57 بود که مشرف شده بودیم، بعدم که برگشتیم یه خوشبختانه بعد از زمان کمی انقلابم به پیروزی رسیدم. ما 58 بود که خانممون باز مجددن حامله شد و دختر ما رو باردار شد. و وقتی که جنگم شروع شده بود تو ایران و یه اولی جنگ بود که اولین فرزندی ما به دنیا اومد و صحیح و سالمان و هیچ مشکلی برای خون عوض کردن و اینا هم نداشت. اسمش هم که ما انتخاب کرده بودیم همون سر مزار حضرت پیغمبر که اگه خداوند دختری به ما داد اسمشو بذاریم آمنه و اسمشو گذاشتیم آمنه. بعد دیگه بعد از یکی دو سال بعدش هم که باز مجددن خانممون حامله شد و فرزندی دوممون که پسرمون بود به دنیا اومد و من تو اونجا انتخاب کرده بودم اسمشا، یکی اسم محمد انتخاب کرده بودیم، حالا یکی اسمی حضرت ابوالفضل، اما قصدم این بود که اسمش بذاریم ابوالفضل. بعد گفتن ما خواب دیدیم که اسمی بصر بذاریم محمد علی، هم گفتیم باش اسمی بصر را بصر دوممون و پسرمون را گذاشتن محمد علی. کی خواب دیده بود؟ کی گفت؟ همین خانواده، حالا نمیدونم خانوممون اطرافیاشون خاطرتون نیست خواب دیده بودن بله که اسمی بچه را این بچه که به دنیا میاده بذاریم محمد علی. بعد اسمش محمد علی گذاشتیم و خودم از اون اقامه رو برش گفتم و اسمش هم گذاشتیم. بعد از دو سه سال بعدش خداوند یه فرزندی به ما داد که یه پسردی به ما داد و وقتی که تو بیمارستانی پسر را به دستی من دادن همونجا تو بیمارستان من ساقش با تربت حضرت سید شهدا برداشتم و از اون اقامرم تو گوشش خوندم و اسم بار که حضرت ابوالفضل روش گذاشتم. گفتم تا کسی دیگه نایمده بگه که یه اسم دیگه با فلان اینا، من دوست دارم که اسمی حضرت ابوالفضل باشه. بعد اسمش رو گذاشتیم اسمی حضرت ابوالفضل و خیلی هم خوشحالیم که اسمی ابوالفضل یا اسم عمه عطار و فرزندانمون هست. الانم که تقریبا 43 سال 4 سال از این قضیه میگذره بعد از مشرف شدن ما به زیارت خانه خدا و اون دختری پسر عممون که اومد ایران اومد اصفهان، هنوز که هنوز یه بارم ایشون دیگه نرفته و اصفهان زندگی میکنه. بچه هاشم دختره چه سالی برگشت؟ دخترش همون وقتی که ما مکه بودیم برگشت، یعنی قبل از اینکه ما از مکه بیام حاجتی گرفت اومده بودی ایران، اومده بودی اصفهان. خودش اومده بود یا شوهرش داشته؟ شوهرش اوورده بودش، اوورده بودش شاد یا داده بودش جدا شده بودن؟ نه الان اون ممکن است بعض وقتا میاد به اینا سر میزنه و میره، اما یه مرتبه هم دیگه این دختر از ایران بیرون نرفته و مونده تو ایران و برش خونه گرفتن اینجا. از دختر داشت، دخترش شوهر داشت، پسر داشت، چند تا پسر داشت، پسرش زن داد. حالا خیلی خوب دیر از این قضیه میگذره. و بعد از اونم که ما اومدیم، خب بعد از یه مدتی کمی من خواب دیدم که دارم دوری خانه خدا طواف میکنم و رسیدم به جایی که دیواری که بهش میگم مستجاب یا جایی که
شکافر داشته حضرت فاطمه بنت اسد وقتی که اون حملا داشتن و هم دستشون میخواسته به دنیا بیاد به خاطر اینکه پناه ببرن بالا به خداوند که خداوند کمک کنه که این حملا برشون آسان میکنه و دیوار خانه خدا شکافر میداد و تشریف برند خانه داخل خانه خدا و 3 روز اونجا بودن و بعد از 3 روز که هیچ کس هم نتونسته بود وارد خانه خدا بشه سیاه سالم از خانه خدا بیرون و من خیلی به این موزه ای خانه خدا علاقه داشتم و مرتب هر وقت طواف میکردم میرفتم این قسمت ها میبوسیدم و از خداوند حوائجم رو میخواستم و خیلی برام جالب بود که مثلا امیرالمومنین این محلی است که دیوار خانه خدا شکافر داشته و از اینجا مادرشون بیرون اومدن با فرزندشون. بعد یه شب تو عالم رویا خواب دیدم که دور خانه خدا دارم طواف میکنم. وقتی که به این قسمت رسیدم ایستادم و دست انداختم به حالا اون سنگای خانه خدا به پرده خانه خدا و اونجایی که این یه حلقه‌ای هست که این پرده خانه خدا را اون تنابایی که هست بهش میبندم حلقه خانه خدا را یکشه گرفتم و حس کردم که هر دعایی که بکنم مستجاب بشه. بعد این فکر به نظرم رسید من اینا تو خواب بود تو خواب بود هم فکر میکردم که هر حاجتی که از خدا بخوام برآورده میشه و یه فکر کردم که چی از خدا بخوام من همین به نظرم رسید که بگم خدایا محبتی دنیا را از دل من بیرون کن. بعد از اون که بیدار شدیم حالا گذشت اما حالا حس میکنم بعد از این 40 خورده سالی که از این قضیه میگذره واقعا محبتی دنیا، مالی دنیا، چیزهای دیگه دنیا، چیزهایی که متعلق است به دنیا کلانه از دل من بیرون رفته است و به خصوص هرچی هم که بیشتر پیش رفتیم و حالا هم که من در خدمتون هستم دیگه تقریبا اصلا من برای پول کار نمی کنم. یعنی فقط نیتم این است که یک انگاری رسالتی دارم باید یه اثری خلق بکنم به خصوص بیشتر علاقه هم هست که خب برای ائمه اطهار کار بکنم در مورد حضرت پیغمبر فرزندانشون چند تا اثر حالا به خصوص در مورد حضرت ابوالفضل حضرت ابوعبدالله آثار دیگه که کار شده است به مناسبت انقلاب و کارهای دیگه که انجام شده و واقعا همیشه به برکت همون عنایت هایی میدونم که حالا شد و برای همه هست و به خصوص اون سفر اولی که ما مشرف شدیم زیارت خونه خدا خوشبختانه بعد از اون سفر اولی هم که رفتیم و برگشتیم خداوند چندین بار قسمتی کرد که مشرف بشیم زیارت خونه خدا. حتی بچه ها رو من بردم زیارت خونه خدا اونجا نشونشون میدادم گفتم خدای همین بچه ها که به ما دادیم و حضرت پیغمبر از چه سالی رفتیم؟ حالا دقیقا سالاشه نمیدونم اما میدونم که حجی و واجبا 2 مرتبه مشرف شدن. یه مرتبه سال 57 بود قبل انقلاب همون انقلاب پیروز نشد. مرتبه دوم که مشرف شدیم به نیابت مادرم رفتم مادرم نمیتونست بره حج سال 72 بود که به نیابت مادرم حجی واجب مجددا مشرف شدم به زیارت خانه خدا.